نامه وزارت خارجه به کنگره آمریکا. ذخایر ارزی را آزاد سازید. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. طلوع نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: نامه وزارت خارجه به کنگره آمریکا، ذخایر ارزی را آزاد سازید. وزارت خارجه در نامه به کنگره ایالات متحده خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان و رفع تحریم ها از سوی ایالات متحده شده است. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه، در این نامه گفته است که پس از امضای توافقنامه دوحه، رویارویی میان آمریکا و امارات اسلامی پایان یافته است و اکنون فصل روابط دیپلماتیک است. سرپرست وزارت خارجه گفته است که افغانستان خواهان روابط نیک با همه کشورها به شمول ایالات متحده است. در نامه آمده است: در حالی که پس از امضای توافقنامه دوحه در ماه فوریه سال 2020 میلادی و این سو ما با یکدیگر در جنگ نبوده ایم و دیگر مخالفت نظامی با یکدیگر نداشته ایم، لذا گذاشتن تعزیرات بر ثروت و پول افغانستان دور از منطق است. ما باور داریم که هر دو طرف فرصت بسیار خوبی برای داشتن یک روابط مثبت در آینده دارند و باید از گذشته تلخ درس بگیریم، در حالی که ما فرصت بسیار خوبی برای روابط مثبت داریم. استفاده از گزینه تحریم و فشار نمیتواند به بهبود روابط ما کمک کند. سرپرست وزارت خارجه گفته است که در حال حاضر مشکلات مالی و اقتصادی یکی از چالش‌های بزرگ افغانستان است و گفته او مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان از سوی آمریکا یکی از علت‌های اصلی چالش‌های اقتصادی کنونی در کشور است. در نامه آمده است: اینجای تعجب است که با اعلام دولت جدید افغانستان، دولت آمریکا محدودیت بالای ذخایر بانک مرکزی ما وضع کرده است. این برخلاف انتظارات ما و توافق دوحه است. مردم افغانستان پس از چندین دهه جنگ در کشور از امنیت جانی برخوردارند. اکنون مسئله اساسی مردم ما امنیت مالی است که عامل آن تحذیرات دولت آمریکا بر پول مردم ما است. وزارت خارجه در نامه گفته است که امارات اسلامی نگرانی های جامعه جهانی و آمریکا را درک می کند، اما مسدودسازی ذخایر ارزی مشکلی را حل نمی سازد. در این نامه گفته شده است که اگر ذخایر ارزی افغانستان همچنان منجمد بماند، با آمدن زمستان مشکلات در افغانستان افزایش خواهد یافت. در نامه از کنگره ایالات متحده خواسته شده است که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد سازد. در نامه آمده است: ما باورمندیم که مسدود کردن پولهای افغانستان نه مشکل را حل می کند و نه خواست مردم آمریکا است. بنابراین دولت شما باید پولهای ما را آزاد کند. ما نگران هستیم که اگر وضعیت کنونی به همین منوال ادامه یابد، دولت و مردم افغانستان با مشکلاتی روبرو خواهند شد و این امر به مهاجرت گسترده در منطقه و جهان منجر خواهد شد که این باعث بحران انسانی و اقتصادی برای جهان خواهد شد. وزارت خارجه گفته است که منجمدسازی ذخایر ارزی
و وضع تحریم ها نه تنها بالای تجارت و کار در افغانستان تاثیر گذاشته است، بلکه بر کمک های بشر دوستانه نیز تاثیر داشته است. در نامه همچنان گفته شده است که مسدود ماندن ذخایر بر صحت معارف و سایر سیستم های خدماتی ملکی آسیب رسانده است. سرپرست وزارت خارجه از حکومت ایالات متحده نیز خواست که تصمیمش درباره منجمدسازی ذخایر ارزی افغانستان را بازبینی کند. در نامه گفته شده است که در پایان سخنان خود از دولت ایالات متحده می‌خواهیم که در حل این بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان گام‌های مسئولانه بردارد تا درهای روابط ما در آینده باز شود، و همچنان از دولت آمریکا تقاضا داریم تا ذخایر بانک مرکزی افغانستان باز شود و محدودیت ها از حساب های ما برداشته شوند. در همین حال، به نقل از صفحه رسمی آژانس خبری افغان، بازداشت مردی به اتهام فروش 130 زن شوهردار در جوزجان. یک مرد در ولایت جوزجان به اتهام فروش 130 خانم شوهردار از سوی نیروهای امارت اسلامی طالبان بازداشت شده است. با گزارش افغان نیوز، ملا سراج فرمانده امنیه طالبان برای ولایت جوزجان بر رسانه ها گفته که نیروهای امارت اسلامی در یک اقدام تازه مردی را بازداشت کردند که 130 زن شوهردار را با انتقال در ولایت ها به فروش می رسانید. با گفته آقا سراج، نیروهای امارت اسلامی با راه اندوزی چندین عملیات هدفمند این مرد را بازداشت کردند. باشندگان شهر شبرغان این اقدام نیروهای امارت اسلامی را برای کاهش جرمهای جنایی و جلوگیری از رویدادهای هراس افگنانه و قاچاق و فروش انسان مهم و مؤثر می‌خواند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.